اگر از آب داخل قریه و قصبات جویبارها هست یا اینکه آب چاه هست یا اینکه آب شهری لولکشی هست، در این قسمت شما مردد هستین که چه قسم باید استفاده کنین. آلی چرا باز یا حوض میسازه آب از زمین میکشه اونجا ذخیره میکنه بعد رو استفاده میکنه، دلیلش چی هست؟ خوب هست یا بد هست؟ آبی که از جویبارها استفاده میکنیم این نسبت بچه ها چقدر برتری داره، خوب است یا بد؟ تمام را به شما آموزش میتونم در این ویدیو که تمام سوالات شما رفع میشه، بعد از او به راحتی میتونین هر کدامش استفاده کنین. پس تا آخر با ما همراه باشین. درود به تو دوست خوبم، خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و در این ویدیو ما و شما روش استفاده از آبهایی که در دسترس داریم با هم یاد میگیریم که چه قسم استفاده کنیم و بعضی چطور استفاده میکنه و چرا این قسم استفاده میکنه. در کل دوستای خوب من، ما و شما به صورت عموم سه منبع آبی داریم که یکی از چاه هست، یکی از لوله هایی که در شهر لوله کشی هست و سوم هم آبهایی که از طریق جویبارها در قریه و قصبات جریان داره، در زمینهای کشاورزی جریان داره، از کوه ها، از چشمه ها منشأ میگیره، از دریاها میآید، اینا هست. و خوبی های اینا کدام هست، بدی هایشان کدام هست؟ مخصوصا از آب شهری شروع میکنیم. بعضی دوستایی که نه چاه داره و نه دسترسی به او جویها و دریاچه ها و چشمه ها داره، اینا مجبور هستن برای کشاورزی خود از آب نل یا شیری که از شهر آب شهری هست میآید از استفاده کنن. چند مشکل داره دوستای خوب من. در آب شهری به خاطر نوشیدن در اینجا کلورین اضافه میکنن. کلورین یک نوع گاز هست که برای از بین بردن پتوجن ها یا اینکه آفات و امراضی که در داخل آب هست اینا رو از بین میبره تا آب پاک شود، یعنی باعث پاکسازی آب میشه. شما اگر این آب را برای درختان خود استفاده کنین چی تغییرات میآید؟ باعث از بین بردن مایکرو ارگانیسم های زمین، قارچ های مفیده زمین میشه. هرچی که موادی، هرچی که موجودات زنده مفید در زمین هست اونا رو از بین میبره. بعضی وقتا ممکن هست با فلوراید استفاده کنه یا فلورین استفاده کنه. این به خاطر قوی ساختن استخوان و همچنان دندان اطفال در داخل آب مخصوصا این را اضافه میکنه تا اینکه به درد اونا بخوره. وقتی که شما این آب را به هر نوع درخت و گیاه خود استفاده کنین، زمین مایکرو ارگانیسم ها را فعالیتش استاپ میکنه. کلورین از بین میبره، فلورین فعالیتش استاپ میکنه. پس اینا کاملا مضر هست و شما اگر بتونین از آب‌های دیگه در دست داشته باشین که خیلی خوب هست، اگر نداشته باشین بهتر است اول ایره در یک منفذی، در یک جای، در یک کانتینر یا یک ظرفی بشکه ذخیره کنین که سرش باز باشه تا اینکه در اینجا یک مقدار گاز کلورینش تبخیر شوه. کلورین در صورتی که در فضای باز قرار بگیره از داخل آب فرار میکنه و بالا میره و اکثریتشان آب را ترک میکنه و میره طرف بالا. پس این یگانه راهی است که شما میتونین از این استفاده کنین. و همچنان بعضی از فیلترها هم وجود داره که برای پاکسازی استفاده میشه که او خیلی سخت هست و باز هم فقط یگانه راهی است که شما آب را میتونین ذخیره کنین و بعد از قسمت بالایش استفاده کنین و قسمت تنشین حداقل به اندازه یک بلیس در زیر میمانه، اصلا او را استفاده نکنین و باز دوباره سرش آب اضافه کنین. و این هم از آب داخل شهری که تا اندازه ای را برای گیاهان مفید نیست، چون ما و شما برای صحتمندی میآید، برای اونا تقریبا برای مایکروگانزم های زمین مضر است. و دوم هم آب چاه است. یکی از دوستان سوال کردن که ما در آلمان زندگی میکنیم، 10 تا از خانواده افغان هستیم و یکی از ما همیشه آب را کشیده از چاه، 2 تا حوض داره داخلش ذخیره میکنه و از او استفاده میکنه و ما چند نفر دیگه از استفاده نمیکنیم. آیا کار او درست است و یا کار ما درست است؟ دوستان خوب من، وقتی که از زمین آب را میکشیم طرف بالا، بسیار از عناصر سنگینی در داخلی وجود داره که اگر مستقیم به درختان استفاده شود ممکن باعث سوختن ریشه ها و مستقیما از بین بردن اون مایکروارگانیسم های مفیده زمین باشه. مخصوصا در ترکیبش بیش از اندازه سدیم هست و یا اینکه باز هم کلورین هست. و وقتی که شما در یک فضای باز پیش روی آفتاب قرار میتین، این در کل همو موادایی که به شکل گاز هست تبخیر میشه و طرف بالا میره و یک تعداد عناصر سنگینی که هست میره به طرف پایین تنشین میشه
وقتی که شما از این آب استفاده میکنین حداقل باید 24 ساعت در داخل او تانکر یا او حوض ها ذخیره شود. بعد از او شما براحتی از او میتونین استفاده کنین. آب پاک پاک هست و بعضی از آبها شور هست، یعنی در داخلش سدیم هست، نمکی هست. اگر شما این را ذخیره کنین اکثریت از ذرات نمکیاتش در زیر تنشین میشه و شما کوشش کنین که پایپ یا او شلنگی را که دارین که از چای استفاده میکنین از زیر نباشه، از قسمت بالا نصب کنین که آب را امور رقم چشیده طرف پایین بره و در قسمت پایین حداقل به اندازه یک بلیست یا نیم متر 50 سانت را آب را همیشه بمانین و او استفاده نشوه بهتر است، چون عناصر سنگین که میمانه همیشه موجه تنشین شده باشه. و هر وقت خواستین که ایرا تخلیه کنین میتونین که او آب را به حداقل به اندازه یک بلیست برسانین و بعد از او ای تمام ساحهی که داشتین ای را بشوین و ای آب را در یک جای دیگر تخلیه کنین که نزدیک درختان شما نره و از استفاده نکنین، که ای هم یکی از راههایی هستن که دوستا همیشه از استفاده میکنه و اکثریت از اشخاص که به صورت تجارتی تولید میکنه این کار را حتما انجام میده. آب را ذخیره میکنه، یک روز دو روز در اونجا هست، آفتاب میخوره. بعد بعضی از کشاورزو پرسان کنیم چرا این کار را میکنی؟ میگه خوب هست، دلیلش نمیفهمه، ولی دلیلش بودن کلورین در او هست، گازهای کلورین در او وجود داره و همچنان سدیم هست که تنشین میشه و بعد از استفاده میکنه یا آب کاملا مفید میشه. و میمونه آب سوم، آبی که از جویبارها میآید. آیا این خوب هست یا اینکه از آبی چا میکشیم بعد از یک روز دو روزی خوب تصفیه میشه از استفاده کنیم؟ دوست خوب من، آبهایی که از چشمه ها، از جویبارها و از دریاچه ها میآید، اینا هم خیلی خوبی های خود داره و هم بدی های خود داره. بدی هاش اول میگیم، بعد از اون میریم سراغ خوبی هاشون. بدی هاش اینه هست که گیاهان هرزه را تخمش همراه خود میاره. جوی هست، اونجا الفاجات هرزه میروید چهار طرف و بعد از اون تخمش میرزه داخل آب، انتقال میکنه میاد در زمین ما شما و بعد گیاهان هرزه میروید. اصلا شوکه میشیم که گیاه هرزه از این اونجا نبود، از کجا شد؟ این آب آورده. یک مشکل. مشکلی دیگه که قارچ ها و حشرات را میاره. وقتی که این همه مشکلات را آب روان یا آبی که از جویبارها و چشمه ها میاید داره، این چگونه ما شما میتونیم با یک فیلتر در قسمت ساحهی که آب میاید در اونجا که نصب بکنیم، به هر صورت یک ساحه فیلترشن در اونجا جور کنیم که فیلتر کنه تا اندازه قابل کنترل هست. در کنار این بدی هایی را داره، خوبی هایش بیش از اندازه هست. ما یک از دهقانا شنیدم که گفتن آب جویی که میآید، آب چشمه که میآید، از فضای خیلی دور هست تا به قریه ما، به زمین ما میرسه و از چای که ما استفاده میکنیم هر دوتایشون اصلا اوی که از چای استفاده میکنم اصلا رشد نمیکنه و ای که ما از جوی استفاده میکنم رشد میکنه، دلیلش چی هست؟ دوستای خوب من، وقتی که آب از اونجا جریان پیدا میکنه میآید تا به زمین شما میرسه، داخلش برگ ها میفته، میوه ها میفته و همچنان ریشه ها، اصلا بعضی از موجودات زنده خرچنگ ها و ماهی ها در اینجا بدنشون تجزیه میشه در داخل آب و این آب مواد تجزیه شده اونها را در داخل خود داره، در ترکیبش هست و میآید به زمین شما و این کد طبیعی را در اصل میاره به زمین شما، شما ناخبر و درخت شما بسیار رشد اساسی و خوب میکنه. چرا اکثریت از جاها شنیده باشین میگن که آبی که از جویبارها میآید بسیار قوی و پرقدرت هست، آب چا ضعیف است، این حتما مشکل داره، زهر داره، چه قسم هست نیست. آبی که از اون طرف میآید دلیلش بر شما اشاره کردم که در ترکیب خود تجزیه شده از مواد عضوی که چه از گیاهان هست چه از موجودات زنده است در ترکیب خود داره و درخت شما را رشد میده، که بسیار قوی هست و از این حتما کوشش کنین از این استفاده کنین. اول از این استفاده کنین، بعد از این اگر از این نداشتین کوشش کنین آب باران ذخیره کنین استفاده کنین و بعد از او آب چا در قسمت آخر اگر هیچ راهی وجود نداشتین میتونین از آب نل یا آب شیر یا آب شهری که شما دارین از او باز مجبور میشین استفاده کنین. تا اگه مجبور نشدین از آب نل برای آبیاری استفاده نکنین، چون در ترکیب او حتما مواد کلورین و فلورین اضافه میکنه و اینا تقریبا زهری است برای گیاهان و درختان ما شما. امیدواریم که این موضوعاتی را که من بر شما اشاره کردم در مورد استفاده و انواع آب و رویش است، یکی انواع آب، یکی مضرات، همچنان فایده هاش و روش استفادهش که به درد شما خورده باشه و بتونین تطبیق کنین. و باز هم اگر خواستین ویدیوهایی که در مورد
ای که کودها چه قسم ساخته میشه به صورت طبیعی ما در ای پوشه قرار دادیم، میتونید که روش کلیک کنین با اینکه در دسکریپشن ویدیو برید، در اونجا وجود داره، از پست تخم مرغ، از پست کیله یا موز و همچنان از پست خربوزه، از تمام مواد استخوان، خاکستر، هر چیز چه قسم کد بسازیم و چه مقدار بتیم در اینجا وجود داره، شما میتونین یاد بگیرید. و باز هم اگر فکر میکنین کانال باغبان آزاد برای شما مفید هست، کمکی در باغداری شما هست، حتما سابسکرایب کنین تا اینکه ویدیوهای جدیدی رو که میسازیم خدمت شما به اشتراک گذاشته شود. تا ویدیوی دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.